درود بچه ها. بچه ها امروز میبینید که این بکگراند جدیده و بکگراند من نیست. شاید یه سریاتون هم بدونید اینجا کجاست. اینجا استودیو هداست، ولی درست اومده، چنل اشتباهی نیست و مهمون ما امروز هداست. در واقع من مهمون هدا بودم. سلام. درود. بچه های لندی، تو راستی میدونید که من بچه های یوتیوب رو میگم لندی، بچه های چنل تو اسم ندارن؟ هنوز نه، انتخاب نکردم. تو تا هم یه اسم انتخاب کن. باشه. بچه اگه اسم پیشنهادی برای چنل هدا داری کامنت کنید. کلن هنوز برای مثلا طرفدار یا فن، کلن هر کسی که من دنبال میکنه، هنوز هیچ اسم انتخاب نکردم. اگر اسم پیشنهادی دارید حتما بذارید. باشه. امروز قراره کلن من با هدا مصاحبه کنم، با هم صحبت کنیم و بیشتر در مورد خود هدا، کارش که اینجا انجام میده، آشنا بشیم. مرسی از اینکه من دعوت کردی. سوالای خیلی سخت نباشه. آسونه. اولین سوال که میخوام ازت بپرسم، خب شاید خیلی ها ندونم که مثلا هدا نیکو کیه. خب در مورد خودت داخل 30 ثانیه، خیلی کوتاه. 30 ثانیه؟ آره. اوکی، خیلی کوتاه صبر کن. اوکی، شروع. اوکی. سلام، هدا هستم، 26 سالمه. 6 ساله اومدم کره. اول با ویزای زبان کره اومدم، بعد وارد عرصه کار توی کره شدم و فعالیت مدلینگ و بازیگری رو اینجا حرفه‌ای انجام دادم و بعد از اونم رفتم اروپا و بازیگری رو خیلی حرفه‌ای‌تر دنبال کردم. یه فیلم به اسم فیلم آن بعد از ظهر بازی کردم به عنوان نقش اصلی. خیلی مثلا در مورد این کنجکاو هستن که تو چرا مثلا کره رو برای مهاجرت انتخاب کردی و اینکه حالا برای مثلا مدلینگ اومدی کره، یا اینکه مدلینگ و بازیگری، یا اینکه کلا اومدی کره دیدی که مثلا مدلینگ علاقه داری. آها. اینو میخوام بدونم بچه‌ها. اول اینکه خب من از بچگی به جلوی دوربین بودن خیلی علاقه داشتم. هر دفعه که دوربین روشن میشد من باید یه ژستی میگرفتم، یعنی اصلا نمیتونستم که اینجوری مثلا همینطوری به دوربین چی میگن هیچ حسی نداشتن. همیشه به وجود دوربین یه حسی داشتم و از سن فکر کنم 14-15 سالگی بود که مدلینگ رو شروع کردم. البته اول برای حالت سرگرمی بود، بعد کم کم به عنوان کار بهش نگاه کردم. ولی وقتی خواستم بیام کره، قبلش خیلی سریال کره‌ای دیده بودم، خیلی تحت تاثیر کره قرار گرفته بودم، خیلی سریال‌های تاریخی، همون جونگ و یانگوم و اینه که همه تون میدونید، و خیلی دوست داشتم که بیام کره، کره رو از نزدیک ببینم. اول از همه دوست داشتم زبان کره رو و فرهنگ کره رو یاد بگیرم. یعنی از کره که بودم فکر نمی کردم که بیام اینجا و مثلا حتما بیام اینجا مدل بشم. توی ذهنم این بود که شاید هم راهم باز بشه، مثلا اونجا هم مدلینگ انجام بدم، بازیگری انجام بدم، و آرزوهایم داشتم توی ذهنم. اما اول از همه میخواستم ببینم که کره چجوریه و زبانش رو میخواستم یاد بگیرم که اومدم کره. خب چطور شد که مثلا وارد صنعت حالا مدلینگ؟ خب ببین، اول با علاقه شروع کردم و اول یادمه که خب اونجا توی اصفهان چند تا عکاس بودن که مثلا با مدل ها همینطور توی آتلیه عکس میگرفتن. بعد منم مثلا لباس میبردم، خودم آرایش میکردم، خودم موهام خودم درست میکردم، بچه هم بودم. بعد یادم عکس داری بده بذاری. خیلی عکسای توی ایرانم رو استفاده نمیکنم. چرا؟ چون که خیلی اصلا کره‌ای پسند و توی این صنعت مدلینگ کره‌ای اصلا جایی نداره. خیلی کم ازشون استفاده میکنم. ولی اون موقع که شروع کردم یادمه که اولین بار عکاس به من گفت که اولین بارته. منم گفتم که خب مسلما سنم خیلی کمه، اولین بارم. بعد میگفت که خیلی راه داری. و اولین بارها خیلی واسم مثلا حالت سرگرمی بود، لباسای مختلف می بردم و اینا. یه بار یکی از عکاسا به من پیشنهاد داد که موهاتو کامل سفید کن.
کاملا سفید، میگفت که چون چشماتو ابراتو این موجات خیلی مشکیه یه تضاد ایجاد کن خیلی قشنگ میشه. بعد رفتم خونه مامانم گفتم میخوام مام بلوند کنم، بعد مامانم گفت که خیلی سنت کمه و اصلا مخالفت کردم. یه بار با دختر خالم رفته بود موهاشو رنگ بکنه، بعد به من زنگ زد، خیلی طولانی شد تایم رنگ کردنش، به من زنگ زد گفت بیا. رفتم اونجا کنارش نشستم و گفتم بارشگر، گفتم میشه دو تا از تار موی منو اینجا رو رنگ بکنی؟ گفت که آره ولی خیلی سفید میشه. گفتم بعدش یه رنگ مثلا چیز بذار، فانتزی بذار روش. بعد اینجا دو تا تار، چند تا دو تا تار که نه، یعنی منظور مدل موی جنی از تو شروع شده. بعد اینجا رو صورتی کردم، همین دو تا تیکه این قسمت رو صورتی کردم و اومدم خونه. یادمه که اولین برخوردهای خانواده، چون من سنم خیلی کم بود، بعد اون سن واقعا اصلا مدل زیاد نبود توی ایران، اصلا نبود زیاد و حتی جامعه هم زیاد نمیپذیرفت. اون موقع خیلی تازه جدید بود، نمیدونم اون موقع مثلا انگار همه مدل ها یا با حجاب بودن، کم بود، به خصوص توی اصفهان خیلی کم بود. یعنی بعد از چند سال که من فعالیت کردم توی اصفهان دیگه تقریبا همه اسم منو میشناختن به عنوان شخصی که مدل انجام میده، چون تعدادمون خیلی کم بود. بعد خانواده خب مخالفت ها رو داشتن و اینا، ولی من همچنان هی ادامه دادم. بعدم خیلی ها فکر میکنن که خب چون مدلم دیگه درس نمیخوندم و اینا، ولی از یه طرف چون خیلی درسم میخوندم یه جورای خانواده مثلا هم مخالفت های داشتن، ولی از اون طرف چون خیلی درس میخوندم و نمیذاشتم که دیگه خیلی از من حال ناراضی باشن، بالانسش رعایت شده بود. چون بعدم دانشگاه با رتبه 800 وارد دانشگاه دولتی شدم. نمیدونستم. آره هیچ کس نمیدونه، چون همه فکر میکنن من مدل بازیگر، فکر میکنن درس نخوندم. ولی یکی از علتهایی که خانواده علارغم مخالفت ولی هی با من کنار میمدن این بود که شیطنت های و علایق خودم رو داشتم، ولی درسم رو همیشه، یعنی میگفتم اول درس. و بعد دانشگاه هم که رفتم حتی 1000 تومن هم شهریه ندادم، چون دانشگاه کامل دولتی، ولی دانشگاهمون تا مقطع فوق دیپلم فقط داشت و فوق دیپلم که گرفتم برش حس کردم که دیگه نمیخوام این رشته رو ادامه بدم و داشتم فکر میکردم چه چیکار کنم که زبان انگلیسی رو ادامه دادم و یک سال اونجا زبان انگلیسی خوندم. بعدش اومدم کره، یک سال و نیم زبان کره‌ای رو شروع کردم. خب وقتی که اومدی کره چطور شد که مثلا اینجا مثلا اولین کارت رو انجام دادی؟ درباره اولین کارت بیشتر برام بگو. اینجا وقتی اومدم اینستاگرام استفاده میکردم و عکس میذاشتم، بعد یادم عکسایی هم که میذاشتم بعضیش اصلا کره‌ای پسند نبودن، مثلا خیلی صورتم توپول بود یا موهام یه جوری اینجوری، میدونی که کره‌ها خیلی به استایل مو اهمیت میدن. ولی میذاشتم و هشتگ های مدل خارجی استفاده میکردم، بگوگین مدل. بعد اون موقع از آژانس های مختلف خیلی پیام میومد به خاطر اینکه مدل خاورمیانه ای توی مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش براشون زیاد نبود قبلا و براشون جدید بود و مثلا شکل و فرم صورت من براشون یک نیو فیس جورایی بود و خیلی پیشنهادهای کاری میومد و اولین باری که من تونستم به صورت رسمی توی کره کار مدلینگ انجام بدم توسط یک شرکتی بود که به من درخواست کار داد و من اون درخواست کار رو توی دانشگاه زبان کره بردم و اونجا تایید کردن و دیگه حدود تقریبا یک مدت کوتاهی به صورت پاره وقت میتونستم کار مدلینگ رو انجام بدم که دیگه شروع کردم به کار کردم. قبل از اونم مثلا هی با عکاسا عکس میگرفتم توی کره، ولی بازم حالت مثلا سرگرمی. بعدش دیگه که به صورت رسمی تونستم کار کنم دیگه هی فعالیتم بیشتر شد و هی از آژانس‌های مختلف هی به من پیام میومد، چون هی اون عکسا رو میذاشتم توی اینستاگرام و هی فعالیت خودم رو نشون میدادم. آره منم فکر کنم که اولین کاری که مثلا ازت دیده باشم
حالا به جز مثلا اینستاگرام، یادمه یه بار داخل مترو داشتم میرفتم ایستگاه ایتوان. آره. خب بعد یه دفعه، خب من از قبل اینستا رو فقط دیده بودم که مثلا کار مدلینگ داره میکنی. بعد یه دفعه دیدم تو مترو عکس تو هست. بعد اون موقع اتفاقا با یونس همسرم بودم. بعد یونس گفت من این دختره رو میشناسم. واقعا؟ آره، من تا قبل از اون فکر نمیکردم که مثلا اینقدر تو کار مثلا معروف شده باشی. خب فقط مثلا عکساتو میدیدم مثلا آخ پس بین ایرانی یه نفر مثلا مدل شده اینجا معروف شده و اینا. بعد تا وقتی که مثلا یونس برایش گفت من این شخصو میشناسم تلویزیون دیدمش، خب بعد گفتم واو، یعنی اینقدر خدا معروف شده اینجا اون موقع، یعنی دیگه هم چه جوری. بعد خیلی برام جالب بود و همیشه از اون به بعد مثلا میگشتم مثلا چیزای کاراتی که انجام میدی، مثلا بعضی وقتا میرفتی داخل یه شاپینگ مال داری خرید میکنی، بعد میرم عکس توی اونجا تو مدل شدی. آره خیلی، یکی از این چیزای مال کمر میخواستم بگیرم. آره. سرچ میکردم عکس تو. یه مدت خیلی پرکار شدم توی کره، خیلی زیاد، یعنی به حدی که واقعا اصلا دیگه چانشینگ ابسدسه. دقیقاً هر جا می‌رفتی عکس خدا می‌دیدی. دقیقاً اون مدت خیلی از لحاظ چی میگن سختی و استرس کارم خیلی زیاد بود. بعد میدونی که وقتی توی شرایط سختم قرار میگیری هی آدمای منفی و غیر مثلا آدمای خیلی اوکی هم نمیاد. از نظر کاری هم اون موقع یادم مثلا یه سری کارهایی که قراردادایی که مثلا خیلی اوکی نبودن و هی نمیدونستم امضا میکردم و چالش‌های زیادی هم بود اینجا. ولی خب چالش‌ای که اینجا داشتم از چالش‌ای که توی ایران داشتم متفاوته هست. خیلی، چون که اونجا اصلا کلاً کار من پذیرفته نمیشد توی ایران. و بعد یادمه که من توی ایران فیسبوک ساختم. خب و چند روز بعد از اینکه فیسبوکمو ساختم و عکسامو هی آپلود میکردم، چند روز نه ببخشید چند ماه، فیسبوکم شد 5000 فرند. بعد خود فیسبوک پیام فرستاد که پیج دوم بزن، که مثل اینکه دیگه فرند بیشتر از این نمیشد، فقط میتونستم فالو کنم یه همچه چیزی. و خیلی فالوورهای من بالا رفته بود توی فیسبوک، خیلی زیاد، و حتی از تهران و اینها مثلا اسم منو میدونستن که یه نفر توی اصفهان مثلا، حالا کار خاصی هم نمی کردم، یه ویدیو خاصی یا مثلا استوری خاصی، بعضی وقتا چالش و اینا از این داب اسمش اینا درست می کردم می زشتم. بعدش که اینستاگرام اومد، من رفتم اینستاگرام و باورت نمی شد توی چند روز یه دفعه ای فالوورا فکر میکنم شد یه 30 یا 40 کا. من که... یادم اون موقع من با تا آشنا شدم. نه اون موقع نه، قبل خیلی ایران، خیلی ایران بودم. بعد یه دفعه فالوورا خیلی زیاد شد و فکر کن اون موقع بازیگر معروف یا مثلا شخصیت های معروف توی ایران فالووراشون خب تازه اینست، همه داشتن از فیسبوک تازه میمردن توی اینستاگرام. بعد پیج من داشت بالا میرفت. خب بعد توی تهران داشتن کسایی که مدلینگ انجام میدادن پیجشون بالا بود، داشتن میگرفتنشون. بعد منم ترسیدم خیلی، اون موقع هم خیلی بچه بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم. منم یادم بگه پیجم بستم اون موقع. در کل آره توی ایران خیلی به عنوان کار مثلا بگم حرفه اینا بهش نگاه نمیکردم، ولی بالاخره شروعش توی ایران بود. بعد که اومدم اینجا از چالش ها بخوام بگم، یکی از بزرگترین چالش ها زمانی بود که هنوز کره‌ایم خیلی خوب نبود. بعد شما توی ایرانم وقتی یه قرارداد کاری رو میگیری دستت، معمولا مفاد قرارداد، جمله قرارداد خیلی کلمات قلم به سلم بزرگیه. آره. توی ایران هم همینطوره. آره. توی کره هم همینطوره. مثلا یه قرارداد امضا میکنی، حالا ما برای هر کاری هر عکس برداری باید قرارداد امضا کنیم. بعد یهو میبینی وسط اون همه مفاد یه مفادی هستش که خیلی، یعنی دیگه داره قشنگ داره کلاهبرداری میکنه، قشنگ در این حد. و اینجور موارد برای من خیلی اتفاق میافتاد توی کره. یا بعضی وقتا مثلا میرفتم کار میکردم، پولمو یا خیلی دیر میدادن یا اصلا نمیدادن. این اتفاقات توی سالهای اول کارم توی کره خیلی اتفاق افتاد. خب مثلا اگه همچین اتفاق بیفته کاری هست که مثلا تو بتونی انجام بدی؟ آره، الان در حال حاضر سیستمی هست که از طرف فکر میکنم اداره مهاجرت شمار تلفن یا نمیدونم شرکته، که اونجا برای کسایی که خارجی هایی که کار میکنن پولشون رو نمیگیرن میتونن برن اونجا اقدام بکنن و بگن که از کدوم شرکت بوده و سریع پیگیری میشه. خب خیلی خیلی آره، اون موقع من اینو نمیدونستم و اون موقع خب میدونم وقت خارجی باشی مثلا آره. هرچی
اتفاق سرت میفته نمیتونی هیچ کاری بکنی. دقیقاً به کسی بگی یا دقیقاً. مثلا از همون هر جا بری مثلا چون نمیتونی بدون مدرک دیگه آره. نمیتونی ثابت کنی واقعا. دقیقاً و زبانم هنوز اونقدر اوکی نیست که بتونی از حق خودت خیلی قشنگ دفاع کنی و دیگه بعضی وقتا میشه که دیگه کلا پیگیر نمیشی، اما در حال حاضر دیگه تقریبا این اتفاقات صفر شده. خب بریم حالا در مورد زندگی داخل کره بپرسم ازت. سه تا از خوبیای زندگی داخل کره رو بهم بگو. اول از همه غذا. من غذای کره فکر نمی‌کردم بگی غذا، چون خیلی از ایرانی‌ها دوست ندارن غذای کره. نه من کاملا برعکسم، من غذای کره رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. هر جای کشور دیگه هم میرم اطراف هتلم رستوران کره‌ای رو اینا رو پیدا میکنم که غذای کره. من غذای کره خیلی زیاد دوست دارم. عالیه. دوم چی دوست داری؟ ببین من داکبوک کومتنگ خیلی دوست دارم. عاشقشم. خیلی. یه جورایی شبیه یه خورش مرغ کره. مرغ ایرانی خودمونه. سرش پلو. دقیقاً. یه جورایی سرش پلو خودمونه. مثل غذاهای خودمونه. خیلی متفاوت نیست. من از غذاهای خورشتشون مثل سوندوبوت جیگه، تنجان جیگه اینا خیلی خوشم میاد. منم عاشق جیگه هم. آره. دقیقاً. آره. و دومین چیز رو بخوام بگم اینکه سرویس حمل و نقل کره خیلی سریعه. هم سرویس حمل و نقلشون سریعه، هم پست و پدل اونم آره خیلی پدل سریعه. خیلی خوبه. خیلی خیلی سریعه. کلا توی همه چیز فکر کنم سریعه. اینترنت گرفته کلا همه چیز بلی بلیه. دقیقاً. سومین چیز رو بخوام بگم اینکه فرهنگمون فکر میکنم با ایران خیلی اینجا متفاوت نیست و یه جورایی اگه آدم فلکسیبل منعطفی باشی میتونی اینجا راحت با فرهنگ کره ها خودتو وقفنی. درسته، منم موافقم با این سه تا چیزی که گفتی. منم هم غذاشون خیلی دوست دارم. ولی مثلا غذا رو بگم، من سال اول که دوست کره زیاد نداشتم، بیشتر دوستم خارجی بودن، خب همیشه چیزایی می‌خوردم که قبلا خوردم، مثلا بیشتر غذای مثل پاستا و مثلا اینجور چیزا می‌خوردم. نمی‌تونستی تست کنی، اعتماد کنی که تست کنی چیزای جدید. و غذای کره فقط همون بود، غذایی بود که تو دانشگاه بهم میدادن. و اونم که می‌دونی دیفالت کلاً غذای دانشگاه چه ایران چه خارج کیفیت پایینی مزه نداره. آره. من فکر میکردم کلن غذای کره اینه و بعدم میومد. دقیقا. ولی از سال دوم که با دوستای کره بیشتر رفتم این بر اون بر غذای کره میخوردم، میدم که نه خب غذای خوشمزه خیلی زیاده. مثلا چیمدگ من خیلی دوست دارم. دقیقا. آره. خب اگر بخوای مثلا سه تا از بدیا یا سختی های زندگی داخل کره رو بگی. اول اینکه مهاجر پذیر نیست به اون اندازه‌ای که کشورهای اروپایی هستن که راحت ویزا اقامت پاسپورت بده، خیلی سخته. دوم اینکه کره چون کشور کوچیک با جمعیت زیاده خونه اینجا گرونه. خیلی اگه بری تو شهرهای پایین‌تر آره. مثلا شهرستان ها اینا آره، به نظرم دقیقا. باز نسبتاً خیلی واقعی‌تر قیمت ها آره. اما سئول که اصلا نمیشه توی سئول. حتی خود کره ها خیلی چی میگن امید به خونه خریدن در طول زندگیشون ندارن. خیلی هستن که آره. فکر میکنن اوکی دیگه ما داریم زندگی میکنیم همیشه اجاره نشینیم. ولی آره. حالا اینم بگم سوء تفاهم نشه، حالا مثلا تو منطقه خود سئول شاید مثلا خیلی سخت باشه واسه کسایی که از شهرستان ها میان سئول نظر من، ولی خود مثلا کسایی که قبلا از قبلا خانوادهشون داخل سئول زندگی میکنن و میتونن از خانوادهشون کمک بگیرن، اونا به نظرم باز میتونن مثلا خونه بخرن. آره به خصوص الان یه ذره خونه داره قیمتش میاد پایین. الان خیلی اومده پایین. الان داره میاد پایین، ولی مثلا فکر میکنم دو سه سال پیش بود یهو رفت بالا. اون موقع اصلا دیگه همه میگفتن اصلا ما قرار نیست خونه بگیریم تا آخر آره. عمرمون. ولی الان باز یه ذره ممکن شده، اما بازم چون جمعیت 50 میلیونه بعد آره تو سئول به نظر من نسبت به جمعیتش خیلی خونه خریدن سخته. آره. ولی اگه اطراف سئول مثلا کنگی دو بخوای بگردی یا یکم آره. بیای پا شهرهای میگم حالا نه هم نزدیک دقیقاً به سئول خب آره. اون شهرها به نظر من میشه خرید. آره اونا خب قیمتش کاملا حتی نیست میشه یا حتی از نصف هم کمتر. آره. و خب معقوله به نسبت درآمدی که اینجا در میاری اون قیمت ها تقریبا معقوله، ولی توی سئول به خصوص مثلا حالا جاهایی که نمیدونم رفت آمد زیاد و یا جایی که نزدیک به ایستگاه
متروه اونجا که اصلا نمیشه فکرشو کرد، اصلا نمیتونید شوکشم بکنید. و ولی مثلا اطرافیان من که میرن سر کار خب که حقوقشون خوبه، اکثرا اطراف سئول خونه میخرن، مثلا تو کیونگیدو. دقیقاً. و مثلا 4-5 سال مثلا پول جمع کنن با یکم کمک خانواده اینا میتونن مثلا خونه بگیرن. آخه میدونید ولی تو سئول نه. آخه میدونید چه اطراف سئول، مثلا کره اینجوریه که اطراف سئول هم اصلا حس اطراف سئول نداره. آره انقدر که مترو کاملا شهر آره. انگار همش پایتخته، یعنی میتونی خیلی حس مثلا کانتری ساید نداره. آره. و همش هم در حال پیشرفت، در حال ساخت و سازن، همش داره بزرگ میشه. هی همش دارن امکانات مختلف و همه شهرها اضافه میکنن و اینجوری نیست که مثلا همیشه توی سطح بمونه. هر جایی که تازه یه منطقه میشه که میخوان از اون منطقه استفاده مسکونی بکنن، سریع در عرض 2-3 سال میبینی یهو یه منطقه خیلی سطح بالا میشه که واقعا زندگی هم توش آسون میشه. درسته. هی. مثلا من توی شهر آنیام زندگی میکنم خب که تا سئول شاید بگم 10 با اتوبوس مثلا نیم ساعته. خب بعضی از اتوبوس های سریع هست، با اون مثلا سوارشی بیای مثلا شاید بگم ربع ساعته مثلا تا مرکز سئول. خب حالا با مترو هم مثلا در خونم هست، با مترو هم بخوام سوارشم بیام خیلی نزدیکتر به کل سئول مثلا میشه رفت. و جوریه که مثلا یه نفر بخواد از اتوبوس از مرکز سئول بخواد بیا شبره یه شهر دیگه تو دورتر شهر از سئول، اصلا نمیدونی این از کجا تا کجاش سئوله. اینقدر به هم وصله، یعنی بینش جاده مثلا بدون خونه و اینا نیست. آره همش مسکونیه. آره همش مسکونی شده، همش حالت تفریحی هم خیلی پیدا کرده. کره ها هم خیلی تفریح و شاپینگ و خیلی جزء چیزای اصلی میدونن و هر جایی که مسکونی شده سریع بلافاصله مرکز تفریح و شاپینگ و اینا هم خیلی اضافه شده. سومین بعدی، اگر زبان کره بلد نباشید سخته، خیلی سخته. من فکر میکنم اگه زبان کره طرف بلد نباشه فقط بخواد با زبان انگلیسی، منظورم غیر ممکنه حتی زندگی داخل کره، اصلا یه دنیای دیگه است انگار، اصلا حتی خیلی از فرهنگا رو نمیتونی، زندان میمونه نظر من. آره. چون تو نمیتونی دوست پیدا کنی، نمیتونی کار کنی، دقیقا. نمیتونی مثلا لذت ببری از فرهنگ و مثلا تفریحشون. دقیقاً. این سه تا خیلی مهمه به نظر من. خب الان چند سال داخل کره داری زندگی میکنیم، مثلا فعالیت کاری هم داریم، کلن تو زندگیت خب بزرگترین ترسی که داری چیه؟ از نظر کاری فکر میکنم از نظر کاری و زندگی خیلی خیلی بالا پایین شدم، اصلا کم خیلی توی مثلا شرایط بد خوب هی قرار گرفتم و فکر نمیکنم تجربه خاص بدی باشه که خیلی ازش بترسم. نمیدونم الان چیزی به ذهنم نمیاد، ولی از نظر کاری چون خیلی زود وارد کار شدم، وارد صنعت کار شدم، فکر میکنم آدم های مختلف رو خیلی زیاد دیدم، کشور مختلف رفتم، در حال حاضر میگم که همه چیز رو به نظر من باید تجربه کرد و خیلی نباید ازش ترس داشت. چون اگر که تجربه نکنی و هی اینو نگهداری آخرش یه جایی میرسه که تو مجبور میشی که اونو تجربه کنی و به اون ترست کنار بیای. پس از قبل بهش زیاد بزرگ نگاه نمی کنم. فکر میکنم پیش بیاد شاید بتونم باش کنار بیام. نمیدونم. حالا بذار من سوالایی کم عوض کنم. مثلا بزرگترین نگرانی که در مورد آینده داری چیه؟ آها، نگرانی که در مورد آینده دارم، حقیقتش رو بخوام بگم بزرگترین نگرانی که الان برای آینده دارم برای آینده کشورمونه دارم. که فکر کنم همه هر جای دنیا باشی به خاطر اینکه خب خیلی هم تاثیر مستقیم داره روی زندگی حتی ماها که خارج ایرانی، خیلی تاثیر داره، به خصوص کسایی که هنوز مثلا اقامت خوب نگرفتن، پاسپورت ندارن، خیلی حتی نگرانی هایی داریم از سفارت رفتن که مثلا دوباره بخوایم پاسپورتمون رو تمدید کنیم. و نه اینکه فقط نگرانی باشه ها، خیلی بیشتر از نگرانیه. نمیدونم اگه انیمیشن پرسپولیس رو دیده باشی. نه. داستان یک خانم ایرانیه که داخل سال مثلا 54-53 دنیا اومده و موقع انقلاب داخل ایران بوده و بعدن مهاجرت میکنه به فرانسه، چند سالی بعد دوباره برمیگرده ایران و دوباره میره فرانسه. داستان زندگیشه کلا و خیلی معروفه، خیلی از کره‌ایام دیدن واقعا. آره خیلی معروفه. داخل این انیمیشن احساسات این خانم رو که مثلا به نشون میذاره
قشنگ دقیقا همون احساسه که ما ایرانی خارج از ایران داریم. مثلا نشون میده که اون موقع جنگ ایران عراق بوده و خانوادش تو ایران مثلا هر روز با نگرانی بودن معلوم نیست مثلا زنده الان یا اتفاق براشون افتاده. و خودش داخل دانشگاه مثلا داخل پاریس مثلا بین دوستاش بوده و انگار تو دو تا دنیای مختلفی و این خیلی تبادلش و این حسی که مثلا دقیقاً نه اینجا میتونی کاملا بگی من دیگه این خونه واقع همیشگی منه، نه اونجا میتونی برگردی و زندگی که میخوای بکنی. به نظر من الان این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه خیلی از جوانای کشور واقعا کاملا دیگه هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. خیلی نگران کننده است به خاطر اینکه کشور ما خیلی جمعیت زیاد جوان داره، نسبتا کشور جوانیه و باید سریع حل بشه. آره. و اگر حل نشه زندگی خیلی از کسای دیگه هم که خارج از ایرانن هم تحت شعاع قرار میگیره. خب حالا اگر تو برگردی به 15 سال پیش مثلا بازم همین راهی که الان اومدی انتخاب میکنی یا اینکه مثلا دوست داری تغییراتی داخلش انجام بده؟ 15 سال پیش چند سالم میشده؟ الان 26 سالمه. 15 سال پیش میشم 15 سال پیش 11 سال؟ خیلی زیاد گفتم. خیلی زیاده. 11 سال خب بذار مثلا بگو که من 96. 96 یه سال رو هم اون میام؟ من اون میام. خب 10 سال پیش. 10 سال از الان. آره. کات کن. خب اگر به 10 سال پیش برگردی به نظرت باز همین راه رو انتخاب میکنی یا نه؟ و اگر دوست تغییرات توش بدی چه تغییراتی؟ یه وقتایی فکر میکنم که مثلا یه جایی از زندگیم اکاش این کار نمیکردم، اکاش مثلا اون راه رو نمیرفتم، اکاش اون اشتباه نمیکردم، ولی همشو در نهایت فکر میکنم اگر اون کار رو نمیکردم الان تجربه الانم نداشتم توی این سن، چون سن من 26ه و الان خیلی فکر میکنم که راجع به خیلی چیزا تجربه دارم. نمیدونم یه سر دارم از خودم تعریف میکنم ولی حس میکنم که توی بحث کاری توی بحث شناخت آدم ها الان تجربه‌ام نسبت به سنم یه سر شاید خیلی بیشتر باشه. برای همین اشتباهاتی که کردم و حالا یا هر راهی که رفتم و فکر میکنم که لازم بوده که برم. و راجب کره اومدنم هم خیلی ها میپرسن که اگر که برمیگشتی قبل دوباره برمیگشتی دوباره میمدی کره یا میرفتی کشور دیگه؟ دوباره میمدم کره. آره. چون که با اینکه هنوز سختی ها رو دارم حس میکنم هنوزم، ولی علاقم رو دنبال کردم و اگر نمیمدم خیلی حسرت بزرگی برای من میبود. برای همین الان هم همه خوب و بدها رو دوست دارم بگم به هر کسی که علاقه داره که بدونه و در نهایت دیگه خودش تصمیم بگیره که این راهو بیاد. آره. در مورد فیلمی که بازی کردیم خواستم یه سوال بپرسم. اینکه خب الان این فیلم اکران شد و قبل از اینکه حالا بری چه انتظاراتی مثلا داشتی و الان مثلا کلا برنامه در آینده چیه؟ و به نظرم حالا تو راه تو با مدلینگ شروع کردی ولی از الان میخوای داخل زمینه مثلا بازیگری هم فعالیت تو بیشتر کنی. کلا به طور کلی مثلا برنامه چیه و اینکه حالا در مورد فیلم مثلا چطور بود؟ حس تو بگو. فیلم که خیلی خیلی تجربه خیلی جدید و جالبی بود. قبل از اونم مثلا نقشای خیلی کوچیک داشتم توی کره ولی نقشه بزرگ اولین بارم بود، نقشه اصلی. من سریال تو دیدم. آره. اون نقشه کوچیک که توی کره دیگه همونا دیگه خیلی محسوب میشه در واقع برای خارجی ها، ولی من دوست داشتم خیلی نقشه بزرگتر داشته باشم که توی کره خیلی تلاش کردم که نقشه یه سر بهتر اینو بگیرم، نقشه مهمتر در واقع، ولی نشد. به نظرم تو کره مثلا این نقشه خوب پیدا کردن یه جورای شانسیه، چون مثلا توی سریال اسکوید گیم میبینی که مثلا بازیگر خارجی هستن. آره. یکیشون خیلی کمه. مثلا دوست منه همون که طلا میکشیدن کریس بشه اسمش هست. آره. و
به نظر من باید یه سناریو باید با بیاد مثلا آره. که تو مناسب اون باشه و آره. نسبتا خیلی این فرصت کم پیش میاد. خیلی کم منتظر باشه که مثلا اون آره. فرصت طلایی پیش میاد. دقیقاً آره. و خب این که فقط هی منتظر میموندم برام سخت بود. برای همین وقتی که از هلند برام درخواست اومد خیلی با روی باز قبول کردم، چون که میدونستم که سناریو رو دیده بودم و میدونستم که خیلی فیلم جدیدیه، خیلی میتونه تجربه جدید و جالبی باشه برام. یه ذره استرس داشتم، یه ذره اینکه با خودم که برم اونجا دوباره مثلا نکنه برگردم بیام بعد مثلا همه کارهایی که من کردم اینجا یادشون رفته باشه، بعد دوباره بخوام اینجا هی خودم رو معرفی کنم، هی دوباره از صفر شروع کنم. میدونی چون یک مدتی وقتی اونجا میری انگار میخوای توی صنعت اونجا خودتو جا بدی توی کشور دیگه و فکر میکنن که خب دیگه رفتی اونجا و یه ذره ممکنه که یادشون بره مثلا درسته. فعالیت های من توی کره اینجوریه، جلو تصویر نیای هر روز خودتو نشون ندی کم کم یادشون میره. خیلی راجع به این چالشاش فکر کردم، ولی بعد فکر کردم که اصلا نباید این فرصت رو از دست بدم و خیلی تلاش کردم که اودیشن رو قبول بشم حتما. و اودیشن رو که قبول شدم چند ماه بعدش برام چند هفته بعدش برام قرارداد فرستادن و قراردادم امضا کردم و یه چند ماه بعدش رفتم هلند. قبل از اینکه برم هلند ترس داشتم که خب اولین بار اون آدم ها رو میخوام ببینم و اینا، بعد چطوری اولین بار اون کشورم میخوام برم، چطوری بخوام کار کنم و اینا. ولی خب ترسم تا رسیدم ریخت، چون که خیلی میگن بونگی در تو هست سرم دیگه. خیلی خیلی محیط خیلی خوبی برای من درست کرده بودن که اصلا من حس بدی نداشته باشم نسبت به اینکه الان اون کشور برای من خیلی جدیده، هم من غریب هم و اینا. زبونشون بلد شد؟ نه زبونشون اصلا هیچی، یعنی نفیس دوست داشت که من، نفیس کارگردان فیلم دوست داشت که من زبون هلندی رو یاد نگیرم از تایمی که توی کره هستم، چون که گفت کاراکتر تو کاراکتری هستش که زبان هلندی رو خیلی دست و پا شکسته صحبت میکنه، توی زبان خوبی، اگر من به تو بگم از الان توی ایران توی کره بخونی اون کاراکتر نمیشی، از اون بیشتر میشی. و گفت که اومده اینجا برات کلاس میذاره. و وقتی که رفتم دو تا کلاس داشتیم، کلاس های 1.5 ساعته کلن توی 3 ساعت اون دیالوگایی که به زبان هلندی بود و یاد گرفتم. خیلی تجربه خیلی خیلی خوبی بود و فیدبکی که اونا داشتن از اون چیزی که فکر میکردم، از اون انتظارم خیلی بیشتر بود. یعنی فکر نمیکردم که برای اولین بازی مثلا همه اونقدر مثلا تعریف و تمجید و اینا بکنن. خیلی تأثیر داره برای خیلی تأثیر داشت توی توی روحیم، توی این که اصلا هی بیشتر تلاش کنم که بیشتر خودم و اون کاراکترم بهتر نشون بدم و اینا. بعد که تمام شد همش توی این فکر بودم که باید من دوباره یه فیلم دیگه بازی کنم سریع دوباره. و الان فیلم دومم هم خبر خوب اینجا اعلام بشه برای اولین بار. البته دومی یه بار تو چنل خودم یه کوچولو بهش اشاره کردم. فیلم دومم هم دوباره با نفیس جان هستش، دوباره با همون کاری کردم. آره. و این سری کاراکتر کاملا متفاوت، میتونید انتظاراتتون یه ذره ببرید. اوکی از الان منتظرم. رای هست که مثلا بتونیم مثلا فیلم اول رو ببینن بچه‌ها؟ الان بچه‌ها فعلا توی جشنواره‌ها داره اکران میشه و بعد از اینکه جشنواره اکران شد بعد میره برای سینما و قراره توی کشورهای مختلفی که حالا تهیه کننده مد نظر دارن توی اون کشورها اکران بشه. بعد از اون فکر میکنم توی یک سایت یا توی یک اپلیکیشنی قرار بگیره. اون موقع بچه ها الان اونایی که هلند بودن 2-3 نفر اومده بودن اونجا و توی اکران اومدن به من گفتن که هدا ما به خاطر تو اومدیم. خیلی حسش خوب بود، خیلی خیلی زیاد، خیلی حس خوب بود. باشه خیلی. بعد تازه یک نفرشون گفت که من از شهر دیگه اومدم، چون اون جشنواره فقط توی اون شهر بود و اون قطار گرفته بود از شهر دیگه اومده. بعد گفت باید سریع برم ببخشید قطار تموم داره آخرین قطار و اینا. و خیلی حس خوبی بود، خیلی زیاد. و
امیدوارم که اکران اصلی توی سینما هم به خوبی پیش بره. مطمئنم که حتما به خوبی پیش بره. من حالا خود فیلمو که ندیدم ولی قسمت هایی که داخل پیج خودت گذاشته دیدم خیلی مثلا انتظار دارم که مثلا خود اصلی رو ببینم. آخه مثلا با خود پوستر زیاد نمیشد مثلا ببینی که در چه موردی هست، ولی وقتی که تریلر رو دیدم متوجه شدم که اصلا داستانش خیلی داستان جالبی هست. دقیقاً اصلا چیزیه که حرف خیلی از دختر ایرانی میتونه باشه. اصلا الان با دغدغه‌های امروزه جامعه هم خیلی مناسب هست، خیلی به خصوص ایرانی هایی که الان خیلی دیگه دارن زندگی و خونشون رو ترک میکنن و راه و مسیرهایی که طی میکنن، امید، حالا ناامیدی، حسایی که تجربه میکنن، همه اینها توی این فیلم هست. خیلی برای من سناریو خیلی قشنگ بود. خب من منتظرم که فیلم بیاد. منم دوستم توی کره هم خیلی پخش بشه ولی نمیدونم. تلاش میکنیم. خب مرسی که وقت گذاشتی با هم صحبت کردی. مرسی که من دعوت کردی. اگه دوست دارین بیشتر خدا رو تو چنل من ببینید، کامنت بذارید. کامنت بذارید. آره. باز با هم دیگه فیلم گرفتیم، حالا یا بعد از این میاد یا قبلش اومده. برید ببینید. دوستتون داریم. خدافظ. بای بای.